سلام به شما عزیزای من، امروز میخوایم ریاکت بزنیم به بتلای ارسالی شما. ما توی کانال تلگرام دوستان من یه بخشی رو داریم که شما میتونین از بهترین بتلایی که زدیم ویدیو بگیریم و واسه من ارسالش بکنیم بچه ها. فقط کافیه که در قدم اول وارد کانال تلگرامی ما بشین که لینکش توی توضیحات همین ویدیو هست، توی کامنت ها هم بچه ها پین شده. بعد از اینکه جوین کانال شدین بیاین بچه ها توی بیو روی بیشتر ضربه بزنین و روی لینک ارسال ویدیو کلیک بکنین بچه ها ببینین. ای بابا، روی این لینک اگر کلیک بکنین به پست مربوطه ارجاع داده میشیم و توی کامنت های این پست میتونین که دوستان گل من ویدیو خودتون رو ارسالش بکنین. ببینین همه ویدیو خودشون رو بچه ها میفرستن و من هفته یک بار، ده روز یک بار به بتلای شما ریاکت خواهم زد. مثلا چه بتلایی؟ هر چی بچه ها میتونه باشه. ایشون اسپلشات پلیگر زده، اسپلشات یعنی کنترل و کنترل یعنی پیروزی. ایشون حریفش بچه فشاری شده، ویدیو فرستاده، این هم خوب بامزه هست. ایشون رنگ 39 دنیا رو زده، پروپلیگر رو زده بچه، از اینا هم واسه ما بفرستین. ایشون میگه 2 سال لاگبیت میزنم، مشکلاتم رو بگو. مشکلاتتون رو بچه میگم، حتما بیاین داخل کانال و ویدیو خودتون رو بفرستین. ایشون هم نوشته شیرم و حلالت نمی کنم اگر ده ندیم میشه. درخواست بزرگی کرده شما داداش من. شیر که خوبه، کلتم بذاری روی سر من الکی ده نمیدم. 15 فعالیت میکنم بچه، به یه نفر من ده ندادم. خب تا این دانلود میشود این 2 سال لاگویت پلی رو ببینیم. دلم سوخ واسهشون، اسمشون رو ببینم. آقا مهدی رجبی، مهدی جان رجبی عزیز، لاگویت در مقابل ایکسپو، ببینیم چه کرده آقا مهدی. بعد این بتل بچه ها میریم رنگ 39 دنیا رو میبینیم. دوستانم ببینم اوشون چه کرده، رنگ 39 رو چطور زده. مهدی سری راکت، آفری. نه مهدی بچه کارشو بلد هستش، بهترین کار رو انجام داد، ماشالله. مهدی بچه کارشو بلد هستش، بله چیزهای مهدی بلده، مشخصه. مهدی تکامل نایتو داره ولی حریف 6 تکاملی بچه نداره. این کمی کار مهدی رو آسون میکنه، در نمره دهی لحاظ میکنم قطعا شد و حواسش به همه چیز هست، ولی حریفش بازی بلده. فهمید برلو مهدی از عقب انداخت، به جا که لاک بزنه با اسکلت دفاع کرد. حریفش بچه بازی بلده، نوب نیست. اسپریت خیلی بد، توصیه نمیشه باید این گابلین گنگ، توصیه نمیشه باید. حریف باید اینو فای بال دفاع رو میتونه انجام بده. آفری. البته گزینه بهتر میدونی چی بود؟ من اگر جای حریفش بودم، ببینی اینجا که گابلین گنگ انداختی، اینجا من با نایت دفاع میکردم لاگمو نمیشدم. به نظر من حریف اگر اینجا رو با نایت دفاع میکرد بهتر میشد. بزنیم بچه جلو، چون دیده بودیم این صحنه رو. حریف فای بار زد روی بره، این نایتی یه دونه میزنه، نباید این اجازه رو میدادی مهدی. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. سری لاگ، حریف دوستان گل من لاگشو نداشت، نایت هم نداشت. باید لاگت آماده میبود که بزنه رو اسکلت. حتی آرچر هم باید پیشبینی میکردی، یعنی یه آیس اسپریت مینداختی پشت پرنسس، تا آرچرشو انداخت یه لاگ هم میزدی آرچرش هم بمیره. این فنوتاوه رافاره کارشو بلده. حریفش هم زرنگ بود، ایکس بورشو از وسط انداخت که مهدی هم روی آرچر و هم روی ایکس بور راکت نزنه. ولی خب مهدی هم بچه باهوش بود، با این فنوتاوه به جا دفاع رو انجام میده. خب این پرنسس گابلین گنگ پیشبینی رو بنداز. آخ آخ آخ، حریف بچه وقتی لاگ نداره، خواهش میکنم از پرنسس محافظت بکنین. خواهش میکنم الان لاگ نداره، پشت نایتت باید گابلین گنگ رو بندازی. این اصلا خوب نیست. از عقب نه، سری باید از روپر مینداختی تا زمانی که نایتت زنده است دمش بزنی. گابلین گنگ ها دمش بده. با اینفنوتاور میشه دفاع کرد، اینفنو خوبی انداخت مهدی. گابلین گنگ بعد، آخ اینفنو تا چرا اینجوری انداختی پشه.
میتونست بهتر بندازه بچه و مهدی؟ نه اصلا خوب نیست. مچاب با لاگبیته، مخصوصا این که نایتش هم تکامل مچاب با لاگبیت هستش. لاگبیت دکای ایکس بو رو میزنه مگه اینکه ایکس بو کالکتور باشه. تنها ورژن ایکس بوی که لاگبیت و بچه میزنه ایکس بو کالکتور هستش. این اشتباس پرنسیز از کنار تا بر اشتباس، اون حریف پلیگر باشه فایبال میزنه که خب اون در اون حد پلیگر نیست. فرانسیس و لاین مخالف، تاور لاین مخالفتون بدشی. الان این فنو اشتباهش میتونه که فایبال بزنه عریف، جوری باید بندازی که با فایبالش هم به این فنو تاور و هم به تاور فرانسیس دمج نزنه. ولی گوبلینگنگ خوبی انداخت. خوب داره مدیریت میکنه فرانسیس. بعد فایبالو ببینیم، هم به فرانسیس میزنه، هم به تاور، هم به این فنو تاور، هم به نایت. کارت اندازی رو دقت نمیکنه بچه، تسلط کافی رو بر کارت اندازی نداره. خب به نظر من راکت بزن نایت و راکت. نایت از روی پول ننداش، نایت از روی پول به نظرم درست نیست. راکت رو تاورش باید بزنی آفلی. ما شلو بین راکت آفرین. اون میخواد فایساکل بکنه، آره باید راکتتو بزنی، پشت هم راکت بزنی، باج نماد بده بش. بزن راکتو، بزن، خبری نیست، بزن نترس. البته اینجوری داره محتاطانه بازی میکنه بهتره، ولی خب حریف نمیتونه کاری انجام بده. بازم پرنسسو کنار تاور سمت راست انداخت که حریف با فایبال هم پرنسس رو بگیره و هم به تاور دمش بده. کاملا اشتباهش، حداقل از وسط بالا بنداش. راکت رو تاور، آفاری. مهدی بچه در کل عالی بازی کرد. اشتباهاتی که من میگیرم خب ریز نکته هست، خیلی بچه اشتباهات فاحشی نیست، یعنی که بعد بازی نکرد، فقط خب اون ریز نکاتی که پروپلگیرها بهش توجه میکنن و زیاد رعایت نمیکرد. مثلا پرنسس رو از سمت تاوری که دمش خورده بود مینداخت و این فایبال ولیو میداد به حریف، ارزش زدن فایبال رو زیاد میکرد. هم پرنسس رو میزد و هم به تاور دمش میداخت. خب این اصلا خوب نیست. ولی ایکس بار رو خدایی مشی دفاع میکرد. من از یک تا ده به مهدی نمره 8.5 رو میدم، انصافا خوب باشی که 9 رو من نمیدم. اگر پرنسس رو بهتر میداخت 9.5 هم میدادم. بعد مچاپ هم با مهدی بود دیگه. مهدی خیلی خوب بازی میکنه، باید کاپش بیشتر از این باشه. فکر کنم به خاطر لول کارتاشه که کاپش کمه. این سطح بازی که من دیدم سطح مناسبیه. اینا که 39 دنیا رو ببینیم چجوری زدیش بشه. مارشال و هوگنادو، آفرین. آخ آخ آخ، حریف کاملا حرفی هستش، کاملا پروپلی گیره. بله مشخصه، کاملا مشخصه. ترنکش قدیمیه ولی خب دیگه پروپلیر بوده دیگه، حالا هرچی که هست پروپلیر بوده. خب دک عجیبی داره حریفش، دکش به شدت دک عجیبیه، ولی هوگنادو زدش داره. هوگنادو بچه زد اون دکه میزنه تا شکنه دو کینگ تاور اکتیف نمیشه. اول یکی از مزایای تاور تروپ جدید واسه هوک همینه، کینگ تاور با نیدو اکتیف نمیشه اول. ولی خب معایبش خیلی بیشتره، ایزی دفاعش میکنه کینگ تاور. از میخواه پرنسس تاور جدید خیلی ایزی دفاعش میکنه. یه جلاد از جلوی پکا که ویزاردو هم بزنه، آفرین. آخ عجب جلادی. یه نیدو، ماشالله یزدان. یه اسپلیت هم بنداز یزدان، آفرین. دفاع بچه ها بی نقص. اگر گابلینش هم به موقع تر مینداخت میتونست بدون دمیج هم دفاعش بکنه. گابلین رو یکم زود زد، در واقع ویزارد گابلیناش رو زد. اگر درست هم مینداخت خیلی بهتر میشون. گابلینا هوگو میزدن بدون دمیج دفاع میشون، ولی این دفاعش هم بد نبود. من ریز نکات رو در نظر میگیرم.
منتظر حریف پشتش کارتی بندازه بعدش جلادو بره میبینه که دو تا چهار تا بکنه از کجا جلادو بندازه. گابلین فکر کنم میتونه گابلین رو بهتر بندازه که پکارو هول بده عقب. فکر کنم میتونه از جلو باید مینداخت، از پایین انداخت، پکا متاسفانه جلادو زد. یه جوری مینداختی هولش بده جلاد نمیره عالی میشه. حریف تکاملی نداره ولی یزدان والکریش تکامل کار ریسکی کرده. یزدان ریسک باشون کار حریف الان یه هوگو یه گابلین گنگ بیاد یا تو از عقب حمله کنه اذیت میشی. دکش اصولی نیست، اکسیر یک برابر بود، یزدان هم در اکسیر شماری عقب بود. به نظر من راکت اشتباه بود، شاید دفاع کنه. خب دک حریفش اصولی نیست، شه گابلین خوب انداخت. دک حریفش اصولی بود، یه گالم از عقب میرفت کارش تمام شد. یزدان من اینجا رو بودم با چیز دفاع میکردم؟ با تکامل والکیری. ولی الان بازم کینگ تاورش رو اکتیو کرد، خیلی بد نیست. تاورو میبینی ایزی بچه هوگو دفاع کرد، خیلی ایزی. خب این حمله رو ببینم چطور جمع میکنه یزدان. شاید قوی بچه جلا. آخ زهره شوریخی. یزدان میتونست بهتر بازی بکنه. ببینی دوستان گل من اینجا رو ببینین بچه ها، اینجا یزدان باید چی کار میکرد؟ یزدان باید یه دونه والکری از چپ گوشه مینداخت که مگانایت درگیر زدن والکری بشه چپ گوشه اینجا. بچه ها ای بابا اینجوری یک جوری فرستاده، من نمیتونم زیاد زوم کنم، اجازه دون قسمت رو بیارم. اینجا بود. آها خب ببینیم بچه ها اینجا بود. آره الان مگاناتش رو میندازه. یه والکری باید واسه دفاع مگانات مینداخت سمت چپ گوشه، گابلین از بالا واسه پکا، یعنی اینکه گابلین مشغول پکا مشغول زدن گابلینا بشه، مگانات بیاد والکری رو بزنه. ایزی دفاع میشد، ایزی دفاع میشد. ولی گابلینش رو بعد انداخت، مگانات اسپلش میزنه فوراً گابلین رو زد. اگر اون سکی که من گفتم عملی میکرد خیلی بدون دمج دفاع میشد. الان هم دفاع میشه ولی خب ببین دیگه بچه ها دمج سنگین خورده. مگانایت وقتی میپره بچه ها سنگین دمج میده. این با آیس اسپلیت هم هوگه دمج نمیزنه، چه قوی لعنتی چیز. تا به تروپ جدید یه جلال جلوی پکا میشی. خوبه اینجا یه دونه نیدون بزن دمجی بچه ها نباید بخوره، نیدوشو باید میزد. اینجا فکر کنم دمج ملس بده چرا که حریف اکسیرش واقعا کمه. بله او مگاناتشو زود انداخت، جلال زهرشو ریخ. آفاری حرکت قشنگی زد. مرسی گابلین تو بنداز بابا، گابلین رو زودتر مینداختی دفاع بکنه دیگه. چرا نیدو زدی؟ بالاخره او بچه دمج رو داد، دو تا هم زد تموم شد و رفت. بتل بامزه بود، حریفش تو سن گل من حرفه‌ای بود، دکش هم سنگین بود، یزدان هم بیلدینگ نداره بچه ها. با هوگ نادو زدن این دک کار آسونه نیست چون یزدان بیلدینگ نداره. دوستان گل من، من از یک تا ده به یزدان نمره 8 رو میدم. 8 اگر یه ذره بهتر دفاع میکرد اون حرکاتی که گفتم و میزد 9 رو میدادم. خب حریف فشاری رو ببینیم کی فرستاده اینو. محمد مهدی عزیز، لاپلگر دوست داشتنی کانال شادو. خب آقا مهدی عزیز ببینیم چه میکنه واسه ما. دک حریفش که بچه ها بیری جسپمه با ریکویچه تکامل و والبکر تکامل، ده که مهدی هم لاوا با تیر و زپش دهش که سمت راست چیپ دمیجی میخوری. آره اسکل دوتا زد. خب در اکسی شمالی جلو هستش میدی کار به شدت
درستی هم کرد، دفاع رو بچه ها ولش کرد، ده فاصیل آفا. آفرین آفرین مهدی آفرین. مهدی باید بالونش رو پشت لاوا بندازه و بعد اشتباهش، کاملا اشتباهش. البته خب اشتباه نمیشه گفت، سبک خودشو داره مهدی. من بودم چی کار میکردم؟ من بودم بچه یه بالون پشت لاوا میرفتم سمت راست رو به جای که گارد بندازم با بومبر دفاع میکردم، تیرشو که زد آقا گارد مینداختم، چون این دفاع میشه. حریف در هوایزن ضعف داره، دکابیر جسمم هوایزنشون کمه، با لاوا بالون باید تابرشو میزدی اول کار. الان اینم به دمج میده، زپتو بزن اونجا. آفرین حریف های بابل زنه جمع بشه اینجا. سبک من بهتر بود، سبک من اگه عمل میکردی فای بارشو میشداد، لگنه خیلی کمتر دمش میشدی. به سبک من پیش میرفتی عمل کرده بهتری داشتی. این بالون بالون خوبی بود، فهمید که حرفش اکسیری نداره، تیر اونجا بشه. آفرین کارشو بلده. نه مهدی بچه کارشو بلده، آره مسلطه. من فهمی کردم مبتدی توی لاوا، ولی نه معلومه که لاوا پلیر قدیمی. یه حریفش هم واقعا فشاری بچه نوبم از حریفش خیلی بارش نیست. مهدی نامردم داره بچه بیم میکنه. خب من باشم یه اسکل دراک تو زمین خودش میندازم، البته از وسط عقب بندازی بهتره. آخ 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 زب تکامل. خب میدی گارد رو جوری میداختی رم رایده رو بزنه دی، گارد از وسط چرا سمت چپ رو ول میکردی؟ تیره تو بزن تا بره سمت چپش هم میره. بعد سری بومبر واسه والبکر، بومبر رو تو باید بندازی. ماشالله کارشو بلده، میدونه باید چی کار بکنه. سمت چپ یه دونه گارد یه زپ هم بزن، یه دمجی نده. آفاره خیلی تمیز و مسلط مهدی این بطل و ویل میگیره بدون اشتباه. اشتباه آره خیلی که شاید یه دونه مثلا اونم باب میل من عمل نکرد، اشتباه نمیشه گفت. چون حریفت پلیر نبود نمره 9 رو میدم بدون اشتباه بازی کردی، ولی ساعت حریف شما مهمه. 8.5 با ارفاق زیاد الان من دیگه بخوام نمره خوب بدم به مهدی، نمره 9 رو میدم. چیکار بکنم؟ من شیرم و حلالت نمی کنم به این ده ندی. یعنی چه درخواست بزرگی کردی برادر. شما تو لیگ 1 بتل میزنی نمره 10 میخوای؟ بتل بچه برای آخ چقدر کیفیتش کمه، کیفیتش کم کمه، ولی اشکالی نداره. دوستان گل من عقب بزنم، اگر نمره بالا میخواین باید هم خودتون خوب بازی بکنین هم حریف شما پروپلیر باشه، یعنی ساعت هر دو طرف مهم هستش. حالا من ببینم ساعت حریفتون متوجه میشم. آفرین لاغشو بچه چون زده بود فایبال زد. آفرین یادش بخیر دکه پایینی بچه، من با دکه پایین بیسفین زدم. دوستان من ایموت بیسفینو من با دک پایینی زدم، یادش بخیر. خدا شکرت پروردگار عالم تو رو شکر، خیلی خوشحال شدم. لیتل افتضاح، لیتل افتضاح، این اصلا خوب نیست به هیچ عنوان، به هیچ عنوان اصلا. خب کنو مینداختی برادر من، چرا لیتل کنو مینداختی؟ مدیریت میکردی نایت تو، سایکلش میکردی، چرا لیتل پرنس؟ خب مچاب با چیزه، مچاب دوستان گل من با هوگ هستش. فایبال به شدت اشتباهش، ببینم چون نمره 10 میخواستی داداشه من، شما کار داری فداشون بشم، اشکالی نداره بفرستیم ویدیو، ولی تو نمره 10 کار داری. اینو بعد با لیتل پرنس و ابیلیتیش و کنون دفاع میکردی که بتونی زده عمله بزنی، اکسیر کمتری هم خرج میکردی. ولی الان وقتی فایبال میزنی عملا اکسیرت هدر میره، زده عمله نمیتونی باش بزنی. من از این بابت میگم. خب اینجا باید چی کار بکنی؟ باید هوگتو سمت راست بری، سمت راست شانا اینور میخواد بربر بندازه، میبینی
سمت راست و دوگه تو میرفتی، بربرا با اشکال تکامل دفاع میشدن، ابیلیتی هم نیازی نبود. سمت راست بعد هوک مینداختی، حریف اکسی نداشت، با یه اشکال تکامل رو میبینی بربرا دفاع میشدن. اگر هوک میرفتی تیرش رو توی حمله نمیشد، میترسید میرفت دفاع میکرد. این حمله به موقع خیلی مهمه، خیلی مهمه. میتونستی بردش رو پیشبینی بکنی، اگر سایکلش رو میشناختی میشد کنون از وسط. لیتل رو ننداز، لیتل دمج میشه اینجا. بله کنون رو نایت بنداش. اکسیل ریک میدی، این اصلا خوب نیست. اکسیل ریک میدی، فایبال هم که میالا اشکالی نداره، واسه خود من هم واسه محمد لایتش هم پیش میاد. فایبال میشتادن، من بیشتر رو روی سبک بازی فوکش میکنم. من لاگ تو باید بزنی، کینگ تاوارت اکتیوه، مگه برید میخواد چقدر اذیتت بکنه؟ کینگ تاوارت اکتیوه، برید باشه اشکال دفاع میشه اینجور مواقع. لاگتون رو بزنی، هر سری ابیلیتی لیتل رو دیر میزنی این ضعفته. فایبال رو بزن، این هوب یه دونه میزنه. خب لاگ توی دفاع. حالا بچه ما گفتیم لاگ و واسه دفاع نگه دارین، دیگه وقتی فالکرکرش بایی لاگ میفته جلوشم پنشیشتا بربره، لاگ رو بزن داداش من. فایبالت اضافی بود، خود لیتل پرنس دفاع رو انجام میداد. فایبال رو بر روی تاویر و پرنسسش میزدی چون بازی حساسه. کنون وسط او کاملا نشته باش، کاملا نشته باش. اینجا میتونی فایبال بزنی، آره اینجا میتونی بزنی. یکم بچه کارتا زیاد شده بودن. خب هوگه تو برو، نه بربر داره نه مگانا. تو هوگه تو باید بندازی الان، ولی نمیندازی، اول کار باید میداختی. کامل صحب کردی، اکسیرش پر شد، مگاناتشو الان میداشه. کنون تو وسط بنداش، کنون تو وسط بنداش. اسکلت اینجا فایبال تو میتونه بزنه. هره هوک تو عمرش سر هوک از وسط زمین که مگانات به رقب میتونه دفاعی بازی بکنه، ولی هوک از وسط خیلی خوبه. فایبال بزن اونجا. آفاره ابیلیتی لیتل، فایبال پیشبینی رو بربر. اینجا بچه باید فایبال پیشبینیش رو میزد. ما خیلی از این پیشبینی ها زدیم، عجیبه که راه نیفتادین هنوز. یه لاک توی دفاع تموم شده رفت. خب دوستان گل من، بعد خب معلومه که تجربه زیادی نداره، فولزه دریفش هم بود، مچاب کاملا با هوب بود، فقط توی زدن ابیلیتی لیتل پرنس ضعف داری، لاگ تو واسه بره نگه میداری، این خیلی خوبه، ولی وقتی کینگ تاور تکتیوه را خیلی هم واجب نیست. بزن روی فالکرکر اگر با لاگ میمیره، یا مثلا پنج و بربر انداخت وسطشون هم یه فالکرکر هست، بزن روشون، مشکلی نداره. خیلی هم میترسی دفاع نشود، سری فایبار میزنه که نیازی نیست. لیتل و کنون قوی هستن، دفاع میکنن. به شما نمره 7 رو میدم، تا 10 کار داری، چندین بتل دیگه بفرست، انشالله که به 10 برسی. اسپلش یارد یعنی کنترل، کنترل یعنی پیروزی. خب مهدی دالتون عزیز از گروه 5 برادر دالتون ها، دکی حریفش عجیب مهدی، دکی آشغال داره حریفش. زنگ بزنیم بچه ها 110 بگین که حریف مهدی با همچین دکی بازی میکنه احتمالا تا حکم اعدامش هم بتونیم بگیریم. خب اسپلشات بچه ها، بله یکی از کمزدترین ترکیبای بازی هستش، فوق العاده است. دکی حریفش ماسکیتر داره بچه ها، ماسکیتر دیگه چی میگه؟ حداقل اسکلت دراگ داشت چیزی، مثلا فلانگ مشین داشت چیزی، ماسکیتر مگامینیون. دفاع بی نقص از مهدی، نیدوهای مشتی میزنه مهدی. آفرین مهدی، آفرین.
آفرین. نه نمیخوام بگم آفرین مده جان. آره نیدوه خوبی میزنه. اینا رو باید شو کادماد نکنه، نگین شد روانی نمیدونم اینجوری حرف میزنه. باید شما جایش میکنم دیگه، من لذت میبرم، خوشم میاد، نسیری کلمه رو خوشم میاد. آفرین ایش میکنه، بیلش بابا جان، ولش بابا. خب حریف ها ریکویتشو بندازه چون باید از تکاملش استفاده بکنه. عجیبه که نمیندازتش، الان باید از بک بندازه. ریکویت بندازه خیلی بهتره چون تکاملش هم فعال میشه. باید ریکویت بندازی پسر. آفری بینم چطور دفاع میکنه. مهدی بهترین کارو انجام داد. مهدی بچه ها بهترین کارو انجام داد، با ایدون پویزن سمت راست رو دفاع کرد. فقط مهدی حواست باشه موتورش تکامله. نیدوهای بی نظیری میزنه مهدی بدون دمیج. یه نایت وسط، مهدی نایت وسط، واش اشتباهش. البته نه اشتباه نیست، نه مهدی کارشو بلده. این که سری پویزن زد یعنی نقشه داشت. من فکر نمیکردم پویزن بزنه، ولی چرا. خب زدلش رو زد، مهدی حمله کنی ها. برو حمله مهدی، برو حمله، بنداز گرم بیادو. دیر انداختی مهدی، خیلی گرم دیر انداختی پشه. تورنادو خیلی بدی شدی. توی دفاع مهدی عالی عمل کرد، ولی تو حملهش افتضاح. جدا از این که گرفش رو دیر انداخت، تورنادوی اصلا خیلی افتضاحی شد. سر همون نیدوی اشتباهی که زد نزدیک بود که دمج میخوره. مچاب با مهدی بچه بله، این فکر کنم مرتبه دونه بزنه. نه مچاب دوستان گل من با مهدی هسته. شریفش زلزله داره بله، ولی خب دمج نمیتونه بزنه که بابا. مچاب با مهدیه، یه نیدو اونجا میچسبه مهدی. مرسی به نیدو سری نایت. حالا آیس ویزارد انداخ، نایت هم میتونست بندازه. کلا سر بکن مهدی از نایتت بیشتر کار بکشی. تا الان باید دو نیم بار تکاملش میکردی، ولی فقط یک بار تکاملش کردی. از نایت کار نمیکشی. پویزن رو بزن خوبه، یه نایت خوبه. تونادوری هوک کارشو بلد مهدی. اینجا نوبت گراویارده، حریف زلزلهشو زده، نوبت گراویارده، ولی خب ننداخت مهدی. گابلینی هم که داره دفاع میکنه گریبو. آره گابلینی که حریف داره گریبو دفاع میکنه. حریف اشتباه میکنه. ببینیم بچه ها تو همچین مواقعی از لاین مقابل به اسپلشات حمله نکنین وقتی مرتارین، چون ببینین کل دمجشو مهدی داره با پویزن میزنه. اگر مورتار یا ایکس بو هستین به اسپلشارد از لاین مقابل حمله نکنین، چون با پویزن هم مورتار شما رو دفاع میکنه هم که به تاور دمیج میده. میبینین مهدی کلن با پویزن دمیج زد، حریف حواسش پرد شده سمت چپ تاور میره. باید خوبه مچا با مهدی بود، کاملا هم توضیحاتش درست بود. بازی رو مدیریت کرد، با پویزن چیپ دمیج داد و بالاخره یقه یریفش رو جمع کرد. خیلی عالی، خیلی بچه عالی. به مهدی من نمره، به مهدی بچه من نمره 8 رو میدم، 8.5، چون صبور بود واقعا. اینو ببینیم باده که من داره بتل میزنه، حریفش هم اوشه پلگیری هم هست. بله دک بچه ها دکه منه، چه کیفیتی هم داره بطل. این درسته. خب زلزله تو من میگم نه زنه رو زدی بد نیست، چون ببینی کلن دو تا دونه هوگا گاز گرفتن، این زیاد نمیارزید. برای دو تا دونه گاز شما ببینی 4 تا اکسیر عقبی، برای دو تا دونه گاز رویال هوگ این نمیارزه. فهمیدیشی شد؟ پس وقتی شادو میگه نزنه بهتره، دلیل دارم من. من دروغ حرف علکی نمیزنم. حریف اگر پلگیر بود از اکسیری که از جلو بود استفاده میکرد، فورا لاواشو از عقب مینداخت، فایبالو زپم داشت، احتمالا تاورتو میگرفت. پلگیر نبود و احمق اومد بربر انداخت.
اکسیر 4 تا 5 تا اکسیر یک برابر شما جلو باشی هر دکیو میشنه. پس نکته اول زلالت اشتباه بود. دلیوری زیاد جالب نم. خب فایبال میزنه دیگه بابا، فایبال داره دیگه، شاهی نواست کجا هست؟ اشکلت حریف بچه ها فایلش رو زده بود، زپ هم نداشت، همون اسکلت رو از وسط میرفت جلوش ریال هوک مینداخت، پخشش میکرد، جفت آوه رو میگرفت. میبینی اسکلتش رو علکی انداخت، همچین موقعیتی رو از دست داد. اینجا اگر پخش میکرد اسکلتش رو بازو میبرد. خیلی کارت میره زمینی، اشتباهش این اشتباهش، تاورش رو بگیری فهم میکنه به سودته، اون تاورتو میگیره کاملا به سود اون میشه. حریف پلیر زیاد نیست، چون مگامینو میزنه جلو ها، نه نزد جلو تاورت میره، باید تابلت میده. حریف الان چپ باید بالون بدهشه، نه راست انداخت، دفاع کرده شاهین. چجوری دفاع کرده؟ نه باید دفاع میشده، نه فکر کنم مگامینیون حریف اشتباه بود. آره آره آره، این مگامینیون که حریف انداخت، اینو باید بالون میداخت. آره آره، این مگا منیونه که انداخ اشتباه بود. تا زمانی که بخواد بالونو بندازه، که البته میدی لیتل انداخ بالونشو ننداخره، چون بالونشو ننداخ لاوا هم دمیج نمیزنه، اکسیر دو برابر شد، تونست دفاع بکنه شاهین. حریف باید بالونشو میداخره. دوستان لاوا پلگیر بالونو بندازین، مگا منیون اینجا اشتباه بود. من میگم در اکسیر شمالی خیلی عقب بود شاهین، نباید دفاع میشد. دفاعی بازی بکنه میزنه شاهین. آره دفاعی بازی بکنه تا برش میشه محافظت کرد، چون تسلا داره. خب بازم ما دواستش باشه دیگه، چون فایبال و زب اسپلای وحشی هستن، باج نمیدن بچه فایبال و زب وحشی هستن. تسلا جالبی ننداختی، فکر نکنم بولون بیاد سمتش. چرا؟ ولی اگر هولش بدن نمیاد، هولش بدن نمیاد. مرسی تسلای دوم رو آپابز رو بپا. عجب خوششانسی میدی، تاوره تو میزد کارت خیلی سخت میشد. ده هر صورت خوب بازی کرد. به مدی من نمره یه در همرهی بازی کرد، اسکلتو تکاملشو هدر داد، من شیشونیم رو میدم 7. نمره 7 خیلی جادش بهتر بازی بکنه. این مطلب ببینیم، نت ضعیف بود ولی خب دک اوک سایکل از هر کاپی بچه ها میتونیم بفرستیم، مشکلی نیست. عجب اسمی هم داره، اسمش رو بینیم، نوشته بچه ها جاست 2-6، یعنی فقط اوک سایکل. بینیم چی بلدی با هوک اینقدر تعریفشو میکنیم. خوش آمد، لاغشو بچه ها نزد، سب کرد همون یه دونه اسکره. ببینیم لاغشو نزد، عجله نکرد، سب کرد همون یه دونه اسکلت به رسس رو زد. خوش آمد از این حرکتش که صبور بازی در آورد. خوش آمد کنون آشکاله فایبال، عجب فایبالی. حالا به مگانایت نخورد ولی خوش آمد، اینکه جفتشو میخواست بزنه عشق کردم، کارشو بلده، کارشو بچه بلد هستش. کنونر به هوک سایکل میاداره، میتونه استفاده بکنی، به هوک سایکل میخوره، ولی تابر تروف جدید نه، این جدیده به هوک نمیخوره، کنونر بیشتر مچه با هوک. هوک سایکل فول زده ده که مقابله، ایزی باید بزنیش، ایزی باید دخلشو بیاری. چقدر هم لول مینیونش بالاست، کنونرش لیول 11 ولی کارتو یعریف لیولشون 14. چجوریه بچه؟ چجوریه که تاوراتون 11 ولی کارتاتون لیولشون بالاست؟ داشتان چیه؟ عجیبه، واقعا عجیبه.
من باشم فایبال نمیزنم، بدون اسپریت دفاع میکنم، سمت چپ با آیشگاله مهوگ یا سمت راست میرفتم حمله، در اکسی شمالی جلو بودم تا برش میرفت. کنونه بچه به ماجیک باج نمیده. اسپریتو به موقع مینداختی، ماجیک با یک دمش دفاع میشد. به هیچ عنوان فایبالت عقلانی نبود. الکی اکسی رفتادی عقب، میخواد مینیون بندازی پلگیره. ولی خب فایبالش اون چه فایبالی بود؟ حریف بازی بلده، فهم میکرد تو فایبال نداری، فورا مینیون رفت که خب ایشون فایبالش رو سایکل کرده بود. نتشم یکم ضعیفه. آها آها، مینیون که در رفت نتش ضعیف بود. آها یاد آمد، اینجا شون لاغش رو دیر زد فهمیدم. ولی بچه هنوز عجیبه باشه، هم تاوراشون فیکس 11ه ولی کارتاشون لبلشون کمه. بچه قد کارتای این دوستمون لبلش کمه. آخ 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 آخ، سری فایبارو بزن، بیدقتی کردی، حواست باشه. آخ آخ، بپا بپا، وای باختی؟ نه، یه فایبال رو تاور سمت راست. مرسی اسپریت، عجب اسپریتی. واوی من، عجب بطلی بود. دوستان گل من، بطل بامزه بود، ولی خب مچاب باهو بود، بعد ایزی میزدیش. ولی خب چون لول عریف کارتاشو ببینی بچه، من کدومه اینه؟ خدای بچه ببینی 13 14 14 13 13، این بالاترینش 12 بوده یا همون یه کنون 13. من نمره 7 رو میدم چون لول کارتات کم بود، باید تلاش بیشتری بکنی. بریم سراغ تیتراژ پایانی ویدیو. خیلی ممنونم که تا به اینجای کار ویدیو رو بچه ها دنبال کردین. واسم بهتون آموزش بدم، وارد کانال تلگرامی ما بشین، لینکش توی توضیحات ویدیو هست، توی کامنت ها هم پین شده. بعدش وارد بیو بشین، روی ارسال ویدیو ضربه بزنین، توی قسمت کامنت های این پست میتونین ویدیوتون رو ارسالش بکنین. لایک و کامنت و سافراموش نشود که باعث دلگرمی منه. همیشه گفتم باعثم میگم، باعث افتخار منه که برای محتوی من وقت میذاریم بچه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.